دل مالکه و نوبیده که اسمشو برد یک زن زیبایی داشته. خاله زن این مرد رو کشته، زنشو ریپ کرده. این اسمش هم سیف الله بود، مثل همین سیف الله پسر این مردی که در لیبی قذافی. داستان ها شد بعدش که عمر ایراد گرفت و اینا، حالا اون داستانش مفصله. یعنی تجاوز خالد ابن ولید سیف الله اسلام به زن مالک ابن نوره ای داستان مشهوری است. و مردی بود از بنی کلاب، نام او علقمت ابن علاسه، و به وقت پیغمبر به مدینه آمده بود و مسلمان شده و به حی خیش رفته. چون پیغمبر بمرد مرتد شدند و با طلحه نایستاد، برخواست و به شام شد تا بنگره که کار طلحه چون بود. پس چون طلحه هزیمت شد به بنی کلاب باز آمد و به حی خیش و مرتدهای و مرتدی پنهان همی داشت، و آن حی او از خالد دور بود و به مدینه نزدیک بود. بوبک مردی را سون فرستاد، نام او قعقاع ابن عمرو. این همون حیوانی است که جنگ نهاوند این سردار بود که بیشتر از 100 هزار ایرانی کشتن، 560 هزار نفر بچه‌ها و زن و مردم اسیر کردن بردن مدینه. اینا مایه افتخارات ماست البته. آقا یه کسی میواسه ما مسلمون بشه، خب مسلمون بشه. اگه این اسلام حرف حسابی داشت چرا به شمشیر آویزون شد؟ عقایدش منتشر میکرد، مثل بودایی، مثل مسیحی، مثل نمیدونم همه اینا که ادعا کردن. شما دین بودایی لشکر بکشه به جایی یا هندو لشکر بکشه؟ یه عده زیادی آقا پذیرفتن. تعداد هندو و بودایی رو هم از مسلمانان بیشتر امروز. شمشیر کشی و غارت نداره که آقا، اسارت نداره که دین. خب میگوید که تا او را بگیرد و بیاورد. او برفت و این علقمه را طلب کرد، نیافتش. زن و فرزندش را بگرفت و سوی بوبکر آورد. این بابا نبوده زن و بچه‌ش اسیر کرده آورده. ایشان بوبکر را گفتند ما را چه گناه است؟ اگر علقمه مرتد است باری ما مسلمانیم و ندانیم که او کجاست. بوبکر ایشان را دست باز داشت، یعنی کارشون اذیتشون نکرد. پس چون ایشان به حی خیش باز شدند، علقمه سوی بوبکر را مسلمان شد. بوبکر او را سوی عیال و زن فرستاد، و مردان بنی عامر سوی خالد نیامده بودند و هنوز چشم همی داشتند تا کار چون شود. و مهترشان قرت ابن حبیره بود، و به خبری اندر چنین گویند که خالد هنوز او را نگرفته بود. پس چون خالد دانست که ایشان همه سوی اسلام بگرایند، سپاه فرستاد سوی ایشان و خلقی را از ایشان بیاورد و قره را اسید کرد، و خالد قره را باز داشت و آن دیگران را خواست که بکشد. ایشان گفتند ما مسلمانیم. خالد گفت تا کنون چرا نیامدید؟ و ایشان را بگیره و هر کسی که مرتدی اندر کسی را بکشته بود او را بکشت، و هر کسی بس او را بسوخت، و هر که خواسته از کسی قارک باز استد، و گروهی را به سنگ کش، و گروهی را نگونسار به چاه فرو انداخت، و گروهی را از سر کوه فرو انداخت، و قره را سوی بوبکر فرستاد بسته، و نامه کرد که با بنی عامر خواسته چنین کردم از بهر اون که ایشان را دل بر مسلمانی همی پاک نشد. بوبکر جواب فرستاد که ثواب کردی و مر قره را نکشت. و خالد هم اونجا بنشست، و هر کجا اندر عرب کسی بود که مرتدی بود و سوی اون آمدی کس فرستادی و بیاوردی و همی کشتی به شمشیر و به چوب و سنگ و به هر گونه. اینجوری عربستان رو مسلمون کرد. آقا کلام خدا اینقدر باید نیرومند بشه. آقا ما شعر حافظ میشنویم مثلا تمام دنیا در نظرم دگرگون میشه. شعر فردوسی رو میخوانیم به یک فضای شگفت انگیز ما رو وارد میکنه. چگونه است این کلام خدا اینقدر مستدل نبود؟ چون کافر در واقع که امروز یعنی کافر رو تعریف کنید، کافر کسی است که الله را قبول ندارد، محمد را هم به پیغمبری قبول ندارد. خونش حلال است و مالش، خونش مباح است، مالش حلال است، زنش هم میتوانیم ببریم. این تعریف کافر. کافر یعنی کسی که استدلال بر او میکنی نپذیرد استدلال تو را و از تو فاصله بگیره. و چون اینو نمیپذیرفتن اسمشو کافر. اینقدر گفتن کافر و کافر به غیر مسلمان ها که این کافر امروز معنی دیگری داره. علاقه ده کفر معنیشی نبوده. خب حالا این داستان عرض کنم که عرض کردم خدمتون داستان لایک راه فدین. حالا میام خدمت شما اینجا در جنگ قادسیه، و این که میفرماید که آدم با شمشیر دینش عوض نمیشه، میشه پدر. مگر ما ایرانی ها تا سال 906 جز سبزوار و قم و کاشان، یکی دو شهر در مازندران، یکی دو شهر در فارس، کسی شیعه داشتیم در این مملکت؟ به ضرب شمشیر ما شیعه شدیم. یک کسی پیدا شد گفت هر کی شیعه نمیشه ما شکمشو پاره میکنیم. واقعا ما شیعه ایم. بین 5 تا 30 هزار نفر در تبریز سر برید این بابا.
آمدن گفتن آقا اینجا 200 هزار تا آدم داره، اینا نمیشینن آمریکا، همه رو میکشن. ما هم گفتیم چش آقا نکش، ما آدمای هستیم میخوام زندگی کنیم، زندگی رو دوست داریم. حالا شیعه بشیم چه فرقی میکنه؟ به ضرب شمشیر از این آقای بازرگان بایستی پرسید که چگونه است که سواحل خلیج فارس تا برسیم در این حاشیه به کردستان از اون سو به آذربایجان و اون سو در قوچان، اونجا چرا اونا سنی هستن؟ ترکمن ها چرا سنی هستن؟ چون از شمشیر خونریز شاه اسماعیل صفوی و ابنای او دور بودن، یه نشون نگر داشتن. هر جا شمشیر رسیده خب شیعه شدن، بعد از دو نسل دیگه همه شیعه میشن. کاری نداره که، البته که آدم میشه دینش عوض بشه. پای جان در میانه و ناموس، اینا هم جان رو میخواستن هم ناموس رو هم اموال رو، که کسی نمیگشن. گذشته از این به این سادگی نبوده که ایشون تصور کرده. بخش های ماورا اون نهر و گرگان و مازندران اینها چندین دهه طول کشید، مردم مبارزه میکردن، اون که جان داشتن مبارزه کردن با این جنایتکارا و اهریمنا. چندین بار در خراسان انقلاب شد علیه اینها. مقاومت ایرانیان علیه این داستان از همون روز اول بوده است، امروز هم هست. یه چیز وارداتی و تحمیلی بوده. تنها دینی که به دین مردم کار داشته این بوده. هنوزم ما بقیه پروندهش بسته نشده. بفرمایید وضع ایران رو نگاه کن. تمام کسانی هم که منادی این دین بودن مفت زندگی کردن و از اموال مسروقه و دزدی خوردن. بیاین ببینیم آقا پرونده آدما رو بیاریم ببینیم شغلشون چی بود. آقا این عمر چیکار می‌کرد؟ این علی چیکار می‌کرد؟ پسرانش از کجا غذا می‌خوردن؟ نون می‌خوردن؟ لباس خز می‌پوشیدن می‌اومدن کربلا؟ از مال مردم ایران بیچاره، ایران و مصر حرام خور بودن اینا، اما در دینشون آمده بود که حلال است. طبری که باد اسلام در شکمش بوده، اما چون حقایق رو نوشته درود بر او باد، میگوید در جنگ قادسیه 100,000 کافر کشته شد، یعنی ایرانی. و ایشان میگوید که دین منحط شرکامیز داشتن ایرانی. آقا به شما چه ربطی داره؟ مگه دین شما به اونا به شما مربوطه که در واقع فتوا صادر کنی که کدام دین شرکامیز و منحط، کدامش خوبه؟ دین دین آقا، یه دعالت میپرستن. شما برید به جنگشون آقای بازرگان در هندوستان، به جای دیگه هم هستن، شمشیر بکشید ببینید میشه اموالشون هم به قارتش ها اگه را بیفتین شاید هم بیان. بفرمایید اموال دارن و پول دارن ممکنه. و چندون بکشتند از ایشان، این ایرانی ها که با تیب خاطر اسلام پذیرفتن اومدن جنگ، 100,000 کشته شده. ببینید خب حالا ببینید که دزدی هاشون رو میگن. و هلال سر رستم پیش سعد برد، یعنی رستم فرخزاد، این جنرال بی ارزه ما. همه این حرفایی که راجع بی ارزگی ساسانیان گفتن همش تو میدان جنگ میتونست معنی دیگری پیدا کنه، چون کسی اگه شکست خورد 1000 عد میتونیم بهش ببندیم و درستم هست چون شکست خورده، یا کسی که ورشکست شد ما هر عیبی به اون بدبخت میتونیم ببنیم. بی عرضه بود، سر کار نمیمد، مبادی بود، قمار میکرد، خب بعدش برشکست شده دیگه. اگر یه سپه سالاری، البته تاریخ با اگر نوشته نمیشه ها، ولی از قرائن میتوانیم بگوییم یه جنرال درست حسابش بهرام چوبی بود، اینا رو میرن مدینه شون هم خراب میکرد، چون لیاقت داشت. این مرتیکه زمانی که هوا خوب بوده، مناسب اسلحه سنگین ایرانیان بوده، رفته نشسته هی چرت زده و هی نمیدونم استرلاب انداخته تا هوا گرم شد. و عربا که چیز تنشون نبود، هوای خوش به گرما هم عادت داشتن. ایرانی‌های بیچاره با این اسلحه سنگین و برگستوان و شمشیرهای اونچنانی و خود نمیدونم فلان، گرما نمیشد جنگ بکنی. اصلا آزمون جنگ در بیابان با 100 درجه فارنهایت حرارت نداشتن ایرانی‌ها. هیچ موقع اونجا نرفتن، گداخانه بوده اونجا، کسی نمیره اونجا جنگ کنه برای چیزی، چیزی نبود که. خب میگوید که سر رستم پیش سعد برد و گفت هر چه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت، و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. قیمت اون کمر 70,000 درم بود، یعنی کمر جنرال ایرانی. همه برگرفت. پس سعد قعاون عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندان بکشتن، یعنی همون قعاون عمرو است که صحبتش کردم، چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان و بسیار غنیمت آوردند. اینا گرسنگان برای دزدی و سرقت تشنه، آدم گدای بیابانی.
دست پیدا کنه به زر و گوهر ایران و زنهای زیبا و اسبای زیبای ایران. خب و سعد پنج یک غنیمت با نام فتح سوی عمر فرستاد و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است و نبود و چندین کشتگان کندرین هر بودند 100,000 مرد کافر یعنی ایرانی اندرین هر کشته شدند. و این می‌خواستن تیب خاطر قبول کنن که دیگه 100,000 تا کشته نمی‌خواست، گفتن آقا بفرمایید عشان لا اله الا محمد رسول الله، آقا خوش آمدید تسبیح هم به ما بدید. و چرا با مثلا 100,000 تاش کشته بشه قربان؟ و سعد بن ابی وقاص تا آن حرف کردن از کوش بیرون نیامده بود و مردم او را ملامت همی کردند. داستان جنایت اینا فهمودم ما وقتی نداریم. یکی هم حالا وقت نیست، یکی هم آقای کدیور، هر کسی آخوند شد یک جاش خرابه. آقا به کسی که عمامه به کله داره، هموطن عزیز من اعتماد نکن، چون این رفته دروغگویی رو از همون روز اول بهش یاد دادن، کینه و نفاق و دشمنی و تعصب رو به غیر خود به اینا تزریق میکنن در این مدرسه طلبی. گفته هرچه هموسکسواله باید کشت از بین برد. قنار کریم با شدیدترین لحن ممکن این را نمچه کرده است، اعم از اهل سنت و شیعه در ممنوعیت شرعی و اشد مجازات همجنس، میگوید که یک زبان هستند، حرمت شرعی لوات و مساحقه و مجازات شرعی مرتکبون اونها مسئله که پشوانه عقلانی است با اسلام سنتی در حکم شرعی و چنین و چنان که نصف مطلب افتاده، غافل از اینکه علمای سنت به حلال بودنش رأی دادن. پدر جان این همه غلام که اینا داشتن، این شاهان ترک، و امروز در افغانستان بچه نمیگه عروس ما، نه توی پشتون مشتونا هست بچه پسر میگه این چیکی هست، میگه عروس ما، نه اینا با فتوای اسلامی کار رو کردن و میکنن. این که میگوید قرآن اینها، فکر میکنم سخن بیهوده است، چون عمر آمده به محمد گفته است من دیشب فلان کار کردم، گفته است بهتر است که از جهت طبیعی باشد، نفی نکرده، این که مستقیم دستوری نداده است. حالا اگر که از نمیدونم قوم لوط صحبت کرده و اینا، یه قصه ای بود، گرفتاری ما یکی دوتا نیست قربان. چند بار قتل عام کردن اینها در ایران، چقدر در ایران مقاومت بود. دو بار علی قتل عام کرده مردم استخر و مردم ری رو، که حاکم عرب رو کشتن، گفتن آقا ما زیر این بار قضیه نمیریم، لشکر فرستادن قتل عام علی ابن ابی طالب، لنگر زمین آسمان، خداوند ایرانیان، گرفتاری به خدا قسم. در این با باید بیشتر صحبت کرد، فرمایشات آقای کدیور را هم پخش میکنیم بعد خدمتون، که گفته است که اسلام با این چنین است و ما باید مبارزه کنیم و اصلا اینا رو از بین ببریم و این هموسکشوال ها رو، اینا رو به قول معروف وارتون میگه آقا همه هموسکشوال هستن، میگه نه پارتی ایرانی رو نگاه کن، مردا دارن با هم میرقصن، زنا هم یه اتاق دیگه هستن، این هموسکشوالیتی نیست؟ بگرد ببین منشأ هموسکشوالیتی کجاست. من شخص مخلص که اینجا خدمت شما هستم، در کلانتری 5 تبریز نشسته بودم قضیه ظهر، آتام حمید یه کارگاه بود، یکی زور 50 بچه پسر آورد، گفتم آتام حمید اینا چه کردن؟ گفت همسی مفعول دار. من نمیفهمیدم اول این مفعول یعنی چی، یعنی به ذهنم نگرد، بعد متوجه شدم منظورش چیه. گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت اینا حرفه‌ای هستن توی خیابون. این آسیب های اجتماعی نتیجهش این نیست که اون داستان نمیدونم مناسبات دختر و پسر نباید باشد، آیا ریشهش در اونجا نیست؟ مردا باید با هم را برن دست تو دست. خیابون خیلی مرسوم بود تو ایران، حتما هم هست، مردا دست تو دست با هم را میرن، میگه اینو همه را باید بکشی. راه حلش هم راه حل اسلام، هر چیزی خوشش نمیاد باید میگه با کشتن باید بریم هموسکسوالی. اینقدر آقا این آقا دقت نکرده که آقا این یک بیماریه، یکیش بعضی ژنتیکه، بعضیش گرفتاری های روحیه، نمیدونم چی، هزار یک گرفتاری داره که تقصیر کار نیست اون آدمی که گی به دنیا میاد یا اینها، جرمی نکرده که کدیور فتوا بده برن با کشتنش از بینش ببرن.